من خواستم یه تعریفی از شاهرخ خواننده بکنم. شاهرخ نمیشناختمش، ولی اومده بود بغل میامل با یه سرنگ شهربانی یه طبقه اونو اجاره کرده بود. هر روز میامد اما یخ میخواست. آقا من میتونم یخ بردارم؟ بودم بفرما. من نمیدونستم که این خواننده است. زد ما اومدیم ترکیه، شاهرخ هم پیدا کردیم. حالا شاهرخ چطوری پیداش کرد اومد سراغمون؟ به خاطر که خواهرش و شوهر خواهرش با خواهرزاده من به هازین داستانایی داشتن و اینا که خواستن کاراشون انجام بشه، واسه شاهرخ هم اومد جلو. واقعا میرفتیم تو هتل این میخوند موهای تن آدم سیخ میشد. وای عجب صدایی، عجب صدایی. گفتم شاهرخ چرا نمیومدی پیش من؟ گفت من هم میامدم یخ میگرفتم، تو تحویل نمیگرفتی. گفتم آقا من نمیستم، تو کی هستی؟ بله شاهرخ خانندهیش که دوره های موزیک تو وزارت فرهنگ و هنر دیده، واقعا تسلط خیلی خوبی داره. و حالا خب اینجا آهنگای بسیار زیبایی خون و واقعا وقتی آهنگاشو گوش میدیم قلبمون به لرزش میاد. یکی از خواننده‌هاییست که وطن پرسته، شاهرخ. وجودش برای ما خیلی عزیزه، با اینکه سوپر استار نشد ولی سوپر استاره به نظر من. کنسرت تنهایی نتونست بذاره ولی هر موقع تو کابارت ایران بود سولدآوت بود. آدم عشق میکرد با صدایی، وقتی که میخون عشقای خیلی ها رو میدیدم که عشق میریختن تو کاباره، ورن شادی ولی عشق میریختن. بله شاهرخ عزیزمون یکی از بهترین با صداترین خواننده هاییش که در این نسل اومده و به امیدی که انشاءالله سالم باشه و سلامت و ما بتونیم از این هنرمند بزرگ استفاده خوبی بکنیم. و من خاطرات کوچیکی که داشتم گفتم و شاهرخ رو باید به عنوان یک سوپر استار دید. او آینده بسیار خوبی داشت و خوبی خواهد داشت. میریم از صدای زیبایی